سلام علی رضا غزالی هستم از مجموعه آفریدار در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار ادوب سابستنس 3D پینت توی این جلسه میخوایم با هم دیگه راجب ماسک ها و جنریتور ها و سپس راجبه به سمارت ماسک ها صحبت کنیم و کاربرد اونها رو با هم کاملا بررسی کنیم خب بریم سراغ آموزش اولین چیزی که حالا من باید بدونم اصلا ماسک چی هست حالا کسایی که کار کردن فوتوشاپ میدونن ماسک چی هست ولی خب من برای بقیه هم یه توضیح میدم فرض کنید حالا من همه اینا رو خاموش کنم روی این آبجکتم یه لایر بسازم یه فیلایر مثلا با رنگ قرم یا نه یه متریال اصلا بهش میدم یه متریال عادی بهش بدم توی این قسمت متریال مثلا این متریال فابریکو بهش بدم اگر وود پیدا کنیم که بهتر مثلا این ووده اینو بهش میدم خب حالا میخوام این متریال ووده توی یه بخش باشه توی یه بخش نباشه مثلا من اینو میخوام این طبقاتش چوبی باشه ولی بقیه جهاش چوبی نباشه یا نه میخوام یه حالا چرک یا کثیفی اضاف کنم روی کارم خب چجوری این کار رو انجام میدم؟ اول از همه میتونم بیام برای این یه مسک بسازم چجوری مسک میسازم؟ توی این قسمت خب اینو من انتخاب میکنم میتونم وایت مسک بسازم بلک مسک بسازم بیت مپ مسک مسک ویت کالر سلیکشن و مسک ویت هایت کامبینیشن حالا کاری ما به هایت Combination نداریم کالر Selection با همون روشی هست که کالر ID داده باشید راحت میتونید بگید این Object و انتخابش کنید Bitmap که با عکس هست که عکس بهش میدید یه ماسک میسازه به وسیله اون بلک اند وایت موقعی که بلک بدید کاملا این هست میشه و اگر وایت بدید این میمونه خب حالا کاربردش چیه کاربردش این که من میتونم روی این ماسکم شروع کنم پینت کردم بگم اینجاها حالا نباشه این قسمت ها باشه حالا من میام میگم اول نباشه کامل که من حالا بیارمش پس رنگ مشکی به معنای نبوده توی اون بخش ها هست و به رنگ سفید به معنای بودن یه نکته مهمی که داره شما توی این قسمت میتونید رنگ براشتون رو عوض کنید اینجا یا ایکس بزنید که حالا من با x کار میکنم خودم الان اگه x رو بزنم اینجا ها بکشم میبینید هیچ اتفاقی نمیفته چون براش من سیاه ولی به محض اینکه با براش سفید بکشم شروع میکنه به کشیده شدن میتونم اینجا بکشم میتونم هم توی این بخش بکشم یعنی هیچ فرقی نداره که چه اینجا این کار رو انجام بدیم چه توی اون بخش و نکته بعدی که داره شما میتونید توی بخش حالا استنسیل یا آلفا به براشتون آلفا بدید مثلا من یه آلفای این اینو میدم و شروع میکنم به کشیدن ببینید چه اتفاقی میفته میتونم بزرگترش بکنم یا کلیک کنم کوچیکترش کنم اینجاها رو بزنم خب خیلی کاربردیه و خیلی میتونه حالا کار شیک و قشنگی رو با این در بیاریم و حتی میتونیم اصلا پینت کنیم یعنی اینو مثلا حالا من این لایه قبلی رو داشته باشم و این قسمت هاش اینجوری انگار حالا رنگش رفته چوب باشه خب خیلی کاربردیه و خب خیلی دستمون بازه بعضی موقعا مجبوریم از این روش فقط استفاده کنیم ولی روش بعدی و روش بهتری که هست اینه که من به این جنریتور بدم جنریتور چی هست اگر من بیام حالا لایه قبلیمو قبلی بیارم این چوبمو مثلا دارم و این رنگمو و این لایه بالایی رو هم دیلیت میکنم میخوام به این یه جنریتور بدم کافیه بیام اینجا یه بلک ماسک بهش بدم که مثلا حالا حذف شه یه وایت ماسک توی این قسمت حالا فیلترهای مختلفی رو داریم که دقیقا این فیلترهای فتوشاپ هستن و خب حالا من فرض رو بر این میذارم که شما فتوشاپ کار کردین و اینا رو میدونید چیه ولی بعضی هم باز با هم دیگه کار میکنیم من یه اد جنریتور به این میدم و توی این قسمت جنریتور میگه جنریتورت میخوای چی باشه میخوای روی لبه ها تاثیر بذاره متال باشه اینجوری باشه درت باشه من میگم میخوام مثلا درت باشه جنریتورم میبینید که به چه شکل در اومد حالا میتونم اینجا دستکاری کنم درت لولم رو بگم به این شکل درت باشه کنتراست داشته باشه میخوام مثل رنگ پریدگی باشه و حالا مثلا گرنج اماونتش بیشتر باشه مثلا این شکلی خب و حتی بیام توی این قسمت روی خود حالا این متریال هم کافیه یه دونه فیلایه اضاف کنم بیارمش زیر مجموعه این همه چیشو ببندم به جز هایتش و توی هایتش بهش ارتفاع بیرون اومدگی رو بدم خب حالا یا کمتر یا بیشتر میتونید اینو دیگه حالا به سلیقه خودتون تنظیمش کنید من حالا چون عجله‌ای هست فقط سریع اینو میزنم که به شما نشون بدم چه قابلیت های نرم افزار داره میبینید که به چه خوشگلی حالا این رنگ پریدگی ایجاد شد حالا میتونم بیام تا حتی اینو سلکت کنم بگم یه فولدر دیگه این بره زیر مجموعه این فولدر خوب خوبی فولدر اینه یه دونه وایت ماسک بهش بده یه براش مشکی بردارم و شروع کنم توی این قسمت ها پاک کنم ببینید که چقدر خوشگل و چقدر کارم رئال میشه ولی خب حواستون باشه هیچ وقت زیاد روی نکنید و خیلی هم با دقت این کار رو انجام بدید الان من همه اینجا رو دارم از خط میزنم بیرون و میتونم براشم و بچرخونم با کنترل و اینجا هم مثلا یه خورده گرانچ اضاف کنم توی این بخش و خوبیش به اینه که شما هر لحظه ای که اشتباه کردی میتونی ایکس رو بزنی و شروع کنی به پاک کردن این الان با سیم هم میتونم بین مدای مختلف اینجا جا به جا بشم ایکس رو میزنم و اون جایی رو که نمیخوام و میتونم با رنگ سفید پاک کنم و خب خیلی خوب و کاربردی هست مثلا اینجاها رو کمترش کنم میبینید که چقدر کارمون رئالتر شد نسبت به حالا اولش هر ساعت بیشتر روی این وقت بذارید خب کار جذابتری رو خواهید داشت و حتی حالا یه نکته ای که من فراموش کردم بگم اینجا روی بخش وودتون چوبتون میتونید پیدا کنید که اون حالا تکسچرهای چوب مال کدوم قسمته اینا حالا درتشه اگه من پیداش کنم این وودمونه دیگه آره فکر کنم همینه نه میتونید حالا پیداش کنید با خاموش روشن کردن این لایه ها حالا فکر کنم از دستم در میره و بعد بیاید اون تایلش رو کوچیک و بزرگ کنید من بیام مثلا حالا یه تکسیار دیگه به این بدم مثلا یه اسمارت ماتریال که بافت داشته باشه مثلا این و توی قسمت پایین توی فابریکش اینجا میتونم اینو اسکیلش رو کوچیک و بزرگ کنم که خب خیلی کارآمد هست و کارم رو طبیعی تر میکنه بجز این حالا چیزایی که الان گفتیم یه چیزی که فوقلاده مهم هست و توی نرم افزار ما داریم این هست که شما میتونید باز یعنی اومده اینجا هم دستتون باز گذاشته گفته آقا اگر شما بازم میبینی سختته که بیای حالا این ماسکر رو خودت دستی اضافش کنی یا حالا به جز که این ماسکر رو خودت دستی اضاف کنی بیا اینجا جنریتور بدی سختته اینجا یه سری اسمارت ماسک هم خودش برات گذاشته میبینید این اسمارت ماسکا مثلا میگم میخوام روی آبجکت هم خاک بشینه میام اینجا توی این بخش ها خب اینو میامش بالا ببخشید اینو میامش بالای این اینو میکنمش رنگ خاک مثلا یه همچین چیزی تقریبا و رادنسش رو هم میبرم بالا که مات بشه کاملا و این ماسک بهش میدم میام توی این بخش توی ماسک بیلدرش و اینجا میتونم باز لولش رو زیادتر یا کمتر کنم میبینید بالاهای آبجکت هم این لکار رو داره پایینش نداره یا مثلا درت گرم من ماسکش رو پاک کنم این درت گرم رو بهش بدم میبینید پایینش کسیف و چک شد هر چقدر بالا میاد دیگه اون اتفاق روش نیفتاده دقیقا از شکل ماسکا معلومه حالا هر کدومشون چی کار میکنن مثلا این یکی توها رو حالا مثلا چرک کرد یه نکته مهم دیگه ای که هست من یه دونه از این ماسکا رو بهش بدم اینو پاک کنم به این یکی میدم که بیشتر مشخص باشه مثلا اینو بهش بدم خب این چه اتفاقی افتاد؟ الان حالا این بخش ها هست ولی خب خیلی میزانش کمه و حالا هر چقدر من بیام توی ماسک ادیتورش و این گلوبال دیستانس رو ببرم بالا دیگه خراب میشه. میبینید چه اتفاقی براش می‌افته؟ مجبورم چه کار چیکار کنم حالا برای این؟ کافیه بیام روی این ماسکش و اینورتش کنم. اینورت ماسک معکوس میشه و حالا توی اون بخش هایی که من یه خورده این گلوبال بالان سر ببرم بالاتر میبینید به چه شکل میشه توی این بخش ها حالا مثلا اینجا اومده یه دونه لول هم گذاشته که با این من میتونم ببینید می اینا رو دستکاری کنم که به چه شکل باشه ترانزیشن بینش سفید و سیاه ها و حالا چیزای دیگه ای رو که داره پس فوق العاده این حالا ماسکا کاربردی هست و میشه کارهای جالبی رو باش انجام داد اگر دقت کنید تمام این اسمارت متریال ها با همین حالا ماسک ها ساخته شده و مثلا اومده چند تا متریال مختلف و با این ماسک ها با هم ترکیب کرده حالا مثلا اگه من بیام روی این چرمم کنترل آلت کلیک بزنم بیاد روش بیام توی اسمارت متریال هام یا توی مثلا متریال های خالی توی متریال های خالی هم. یه چیزی رو پیدا کنم که حالا به این بخوره مثلا این یکی خب اینو بهش بدم و سایزشو خیلی حالا اینم خوب نیست یا این یکی مثلا بهش بدم و سایزش هم خیلی کوچیک کنم رنگش هم که اینجا میتونم ادیت کنم مثلا بگم این رنگی باشه این چرمه و بعد بیام توی قسمت حالا اسمارت ماسک هام و به این یه ماسک بدم ببینید چه اتفاق افتاد این بین ها حالا اون چرکه بهش اضافه شد و خب هر چقدر که حالا اینا رو با ظرافت بیشتر و حالا بیشتر اد کنیم رو همدیگه کارمون خوشگلتر در میاد و رئالتر میشه یه دونه دیگه شو حالا من مثلا تست بزنم روی این من اینو پاکش کنم کامل ماسکشو و بعد اینو بندازم روش حالا اینورتش کنم اینورت ماسک یه کلیر مسک و ریموو مسک هم دارید که خب رو پاک میکنه و حالا یا کلیرش میکنه من این ورس ماسک رو میزنم میبینید که چه اتفاقی براش افتاد پس روی ماسک هم میتونم پینت کنم با براش های مختلف براش هایی که اینجا داریم میتونم بیام مثلا این براش رو انتخاب کنم و یه حالا لایه جدید من بیارم روی این مثلا این برونزه و یه ماسک بهش بدم و شروع کنم با این پینت کردن بینید میتونم اینجا براشای مختلف رو انتخاب کنم که براشا هم, هم مال فتوشاپ هست یعنی اگر توی فتوشاپ نصب داشته باشم هر براشی رو اینجا هم برا من میارتش خب خیلی 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 کاربردیه حتی میتونم بیام یه دونه مثلا فیل لایر بسازم فقط بگم هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه فقط هایت بیارم یه خورده بالا و الان اینو وردارم و شروع کنم روی ماسک این پینت کردن یه بلک ماسک و رو شروع کنم پینت کردن میبینید حالت خرابی که چرم داره بعضی جاها و خب حالا بشینم اینو هم رنگ کنم و تایم بذارم خیلی خوشگلتر درش بیارم حالا انواع مختلف براش ها رو باز توی جلسه بعد با همدیگه مرور میکنیم و ما بقیه چیزهایی که مونده مرسی که حالا تا اینجای آموزش رو با ما همراه بودید امیدوارم که آموزش به دردتون خورده باشه و براتون کارآمد بوده باشه اگر که آموزش های ما رو دوست داشتید حتما لایک کنید کامنت بذارید و ما رو سابسکرایب کنید خدا نگهدار